مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش از وضعیت اقتصادی کشور میگوید شاخص فلاکت دو برابر شده. این شاخص که مجموع نرخ بیکاری و تورم است در بهار امسال به 48% رسیده. چقدر این شاخص با واقعیت موجود در جامعه ایران امروز همخوانی دارد؟ سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه دو. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از عقب ماندگی شدید شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران خبر می‌دهد. تورم 37%، بیکاری 43% فارغ‌التحصیلان دانشگاه، رشد 35% اجاره بها و رشد 175% قیمت زمین. همه اینها تنها در فاصله زمستان 97 تا بهار 98. در این آمار گرچه نرخ بیکاری کمی کاهش پیدا کرده، اما افزایش تورم شاخص فلاکت را به بالای 48% رسانده. بسیار نزدیک به آنچه در پایان دولت محمود احمدی نژاد و زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی شاهد بودیم. مقام‌های دولتی ایران اما مدعی‌اند رشد اقتصادی ایران در وضعیت مثبت قرار گرفته. چقدر این ادعاها صحت دارد؟ برای صحبت در این مورد سه مهمان داریم: آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، سارا بازوبندی، مدیر عامل مؤسسه مشاوره ریسک‌سنجی خاورمیانه از هامبورگ، و نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا از تهران به ما پیوستند. ممنون از همه مهمانان عزیز. آقای حسنی، بذارید با شما شروع بکنیم. این شاخص فلاکت اصولاً چه هست؟ این جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به ما چه چیزی رو نشون میده؟ نشانگر چیه؟ شاخص فلاکت با اینکه از دهه 70 میلادی معرفی شد، اما خب خیلی مورد توجه در اون اوایل قرار نگرفته شد و البته میزان اهمیت این شاخص انقدری بود که اصولا در رقابت‌های انتخاباتی سال 76 در آمریکا از سوی آقای کارتر مورد استفاده قرار گرفتش و اتفاقا موجب پیروزی این رقیب انتخاباتی و این نامزد انتخاباتی شد. سابقه بحث شاخص فلاکت در ایران برمیگرده به انتخابات سال 88 که آقای محسن رضایی از این شاخص در مناظره‌ای که با آقای احمدی نژاد داشتن استفاده کرد و البته آقای احمدی نژاد ناباورانه به این شاخص نگاه می‌کرد و اون رو در واقع جمع جبری دو شاخص تورم و شاخص بیکاری رو بی‌مفهوم می‌دونست. اما شاخص فلاکت از اون بابت اهمیت داره که به طور معمول و در یک بحث کلاسیک اقتصادی معمولاً تورم و بیکاری با واگرایی و نسبت معکوس با هم روبرو هستند، اما شاخص فلاکت با جمع این دو شاخص مهم اقتصادی بیان میکنه که افزایش یا کاهش یکی از این شاخص ها، کاهش نرخ بیکاری یا کاهش نرخ تورم یا بالعکس افزایش یکی از اینها یا افزایش همزمان اونها، در نهایت چه تصویر درست‌تر و واقعی‌تری از اقتصاد به ما ارائه می‌کنه. از این رو شاخص فلاکت در اقتصاد ایران هم بسیار اهمیت داره. بررسی سالانه این شاخص نشون میده که اصولا در اقتصاد ایران شاخص فلاکت بیشتر تحت تأثیر تورم افزایش یا کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در یک کانال محدودی در این سالها در دو دهه در سه دهه گذشته نوسان کرده. در حال حاضر شاخص فلاکت بر اساس آخرین آمارهایی که منتشر شده از سوی منابع رسمی که مربوط به تابستان 98 هست، که البته خود شاخص فلاکت در تابستان 98 اعلام نشده، اما از سرجم این دو شاخص که تورم میانگین 41.7% بوده و نرخ بیکاری هم 10.5% اعلام شده، به شاخص فلاکت 52.5% میرسیم که خب نسبت به مثلا شاخص فلاکت در بهار 96 که 19.8% بوده یا شاخص فلاکت در سال 97 که 38.9% بوده رشد قابل توجهی کرده و این نشان از وضعیت نابهنجار اقتصادی ایران هست که عمدتاً به دلیل رشد کم سابقه نرخ تورم در این یک سال گذشته و شاید یک سال و نیم گذشته شاهد اون بودیم. مسئولان دولتی ایران مدعی هستن که حداقل در یک مورد درست هم میگن، یعنی این گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که نرخ بیکاری کمی کاهش پیدا کرده، حدود 1.3%، و آقای روحانی هم خیلی مفتخر بود به اون. بنابراین با این صحبت‌های شما جای افتخاری وجود نداره، وضعیت بدتر شده.
بر اساس شاخص فلاکت که سرجم دو شاخص اصلی یعنی تورم و بیکاری هست، شاخص فلاکت افزایش پیدا کرده، افزایش کمی هم نداشته، رشد مثلا 2.5 برابری از بهار 97، از بهار 96 تا 98 داشته، رشد 124 درصدی از بهار 97 تا بهار 98 داشته. اما خب معمولا استفاده از آمار یا تحلیل آمارها یا استفاده از بخشی از آمارها بر اساس اینکه چه کسی این استفاده رو انجام میده و چه تحلیلی از اون آمارها میکنه متفاوته. اشاره ای که شما میکنید که در سخنان آقای روحانی و دیگر مسئولان اقتصادی مثل مثلا آقای همتی هم گفتن که نرخ رشد اقتصادی به ثبات رسیده، اینها در واقع استفاده از یک بخشی از آمارهای اقتصادی است که شاخص فلاکت اساسا اجازه این بهره برداری از یکی از شاخصهای تورم یعنی کاهش تورم یا کاهش نرخ بیکاری رو به تنهایی و مجزا نمیده. شاخص فلاکت بیانگر این هستش که این وضعیت بهتر نشده، اما نرخ بیکاری که آقای روحانی اشاره کردن که کاهش پیدا کرده و مرکز آمار ایران اون رو منتشر کرده، همزمان هستش با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که کمی عجیب به نظر میرسه در شرایط اقتصادی فعلی ایران که تمام برآوردها از رشد اقتصادی ایران منفی است و خوشبینانه ترین ارزیابی مسئولان دولتی است که در نهایت من فکر میکنم چون آماری نداریم از این بابت، رشدی در حد 0% یا در نهایت خیلی خوشبینانه مثبت 0.5% هست. اینکه چطور این بهبود اندک نرخ بیکاری به دست آمده با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کمی عجیب و ناباورانه به نظر میرسه. آقای جمشیدی، شما در داخل ایران هستید، وضعیت موجود داخل ایران رو میبینید، واقعیت موجود چقدر با این آمار و ارقامی که به تازگی منتشر شده همخوانی داره؟ با درود به شما و میهمانان عزیز، ببینید واقعیت اصلی در داخل کشور پسرفت رفاه اجتماعی جامعه است که ارتباط مستقیم با همین شاخص فلاکت داره. توضیح مهمی رو که من میخوام پیش از پاسخ به پرسش شما عرض بکنم در مورد نحوه ارائه آمار در 40 سال اخیر و در جمهوری اسلامی هست. ببینید در تمام کشورهای پیشرفته سیاستمداران، فعالین اقتصادی، دولت مردان بر اساس شفافیت آماری مراکز مرتبط با این کار و رسانه ها تصمیم گیری و تصمیم سازی انجام میدن. در اینجا در واقع در برخی موارد میبینیم برعکس این اتفاق میفته، یعنی نهادهای حکومتی و امنیتی تصمیم رو میگیرن و این تاثیر میذاره در ارائه آمارها. موارد زیادی رو داریم که در وقت این برنامه نمیگنجه، ولی به عنوان مثال ما میتونیم مثلا عدد خط فقر رو ببینیم که هنوز که هنوز از هر جا یک عدد در میاد، یک صدا در میاد و این نشون میده که آمار مشخصی وجود نداره. در مورد آمار تورم که در گزارش شما بود، دوست عزیزمون هم اشاره کردن بهشون، این هم آمارهای مختلفی رو ما میبینیم. یک چیز حدود 40% رو ما داریم، خیلی ها باور دارن که حتی تا 2 برابر این در واقع تورم نقطه به نقطه و ماه به ماه رو شاهد بودیم. در گزارش شما در مورد افزایش بهای زمین هم این موضوع رو کاملا شاهد هستیم. برای همین چیزی که در واقعیت میبینیم در جامعه در سطح میدانی در واقع کاهش سطح رفاه عمومی هست و در مورد شاخص فلاکت هم ببینید به طرز ساده‌ای بخوام ببینید فرد مفلوک فردی است که کار نداره و قیمت مایحتاج زندگیش هم روز به روز داره میره بالاتر و این جمع این شاخص فلاکت رو همونجور که اشاره داشتید درست میکنه. این شاخص الان 50% رو رد کرده، در آمارها اومده که رکورد داره در 2 دهه اخیر و حتی بلکه بیشتر بعد از پایان جنگ ایران و عراق این رکورد ثبت شده و اوضاع بسیار نابسامانی رو داره. در مورد رشد اقتصادی هم در واقع ما زمستان سال گذشته آماری داشتیم که رشد منفی 8.4% بوده، تولید ناخالص ملی رو در واقع رشد منفی 9% در موردش داشتیم. در مورد تورم هم که کاملا آماری که خود آقایون میدن روی 40% کمی پایین‌تر کمی بالاتر هست که در عمل در خیلی جا بالاتر هم میبینیم و در مورد بیکاری هم در واقع تعاریف مختلفی در این مورد دیده میشه. این آمار حدود 13-14% رو که در واقع در مورد رشد بیکاری میبینیم این به تنهایی نمیتونه خیلی روش حساب بکنیم، چنانچه نمونه هایش رو در آذراب در هپکو و اینها میبینیم که اونها هم تعاریفی هست که میتواند در شاخص فلاکت در واقع تاثیر داشته باشه. در مجموع این آمار هم خیلی شفاف نیستش و
بعد هم در عمل بر اساس پرسش شما ما اینجا همجوری که عرض کردم افت و کاهش سطح رفاه اجتماعی و موارد مرتبط با اقتصاد رو در کشور میبینیم. خانم بازوبندی، آقای جمشیدی صحبت از پسرفت رفاه اجتماعی کردن. شاید یک قشری که بیشتر از همه تأثیر این مسئله رو میبینه قشر متوسط جامعه است، کارمندان دولت هستند، عملا فرض بگیریم مسئله بازنشسته ها هست، کسانی که عملا با یک حقوق متوسطی خودشون رو تونسته بودن در قشر متوسط نگه دارن، حالا با فشار این تورم و همینطور بیکاری عملا اونها رو پایین تر میبره و نزدیک تر میکنه به خط فقر یا زیر خط فقر میبره اونها رو. چقدر واقعا وضعیت اونها رو میشه در ایران الان درک کرد؟ یعنی چقدر دولت چه درک درستی داره از وضعیت اونها بر اساس این آمارهایی که الان میبینیم؟ ببینید، شخص مفلوک همونطور که مهمانان عزیز برنامه هم فرمودن، به حال شخصی هست که درآمدش کاهش پیدا کرده و هزینه هاش به دلیل تورم بالا رفته. شخصی که درآمدش کاهش پیدا کرده اصولا کسی هست که یا کارش رو از دست داده یا مجبور هست که ساعات کار کمتری رو داشته باشه به درآمدش پایین میاد. الان این کسانی که بیکار هستن رو حالا اجازه بدین اول راجع صحبت بکنیم. این عدد و رقم بیکاری که الان عدد و ارقام رسمی که ارائه میشه همونطور که فرمودن عدد و ارقام بسیار دستکاری شده ای هستن، یعنی تعاریف در جمع کردن این عدد و ارقام تغییر کرده. مثلا زمان آقای احمد نژاد اومدن اصلا تعریف فرد شاغل رو تغییر داد، گفتن هر کسی حتی یک ساعت در هفته اگر کار کنه شاغل حساب میشه. ولی آیا واقعا به طور واقع بینانه با درآمد یک ساعت در هفته کسی در هیچ کجای دنیا بدون هیچ کمکی از منابع دیگه میتونه زندگی راحتی داشته باشه؟ به نظر من جواب به این سوال کاملا مشخصه که منفی است. و این درصد بیکاری هم که ما مثلا 12-13% حالا با این دستکاری ها وقتی میبینیم دولت اعلام میکنه، این یک میانگین در سطح کل کشور هست. اما ما مناطقی رو داریم و اقشاری رو داریم که میزان بیکاری در بین اونها بسیار بالاتر است. مثلا زنان در مناطق شهری، همین اعداد ارقام خود رسمی مرکز آمار هست که زنان در مناطق شهری بیش از 50% نرخ بیکاریشون هست. در بعضی از استانهای مرزی ما تا 50-60% بیکاری داریم. فارغ التحصیلان دانشگاه بیش از 42%شون، نزدیک 42%شون بیکار هستن. پس این 12-13% هم خیلی عدد و رقم واقع بینانه نیست. حالا بجز کسانی که قادر به کار هستن و در سن کار کردن هستن، ما بخش دیگری از جامعه رو هم داریم که درآمدش پایین هست و کاهش پیدا کرده به دلیل بازنشستگی. یعنی افراد بعد از اینکه به یک سنی میرسن کارشون رو باید ترک بکنن و به تبع میزان حقوقشون و درآمدشون نسبت به زمانی که در طول خدمتشون بوده کاهش پیدا میکنه. این افراد به نظر من الان کسانی هستن که شاید بیشتر از هر کس دیگه ای وضعیت معیشتیشون داره به طور منفی تحت تاثیر قرار میگیره و بخش خاموش جامعه هم هستن. یعنی فرمودن مثلا اشاره کردن به هبکو آذراب، اینا کسانی هستن که به حال کارشون رو از دست دادن، هنوز در سن قابل کار کردن هستن و توانایی رو دارن که صداشون رو حداقل به نحوی به نوعی با اعتراضشون به گوش مسئولین برسونن. ولی بسیاری از بازنشسته ها عملا دارن در یک فلاکت خاموش زندگی میکنن و دلیل اصلیش همین هستش که ببینید درآمد بازنشسته ها ثابت، صندوق های بازنشستگی در وضعیت بسیار بدی قرار دارن به دلیل سوء مدیریت، به دلیل فساد مالی. سرمایه های صندوق های بازنشستگی عملا از بین رفته و تقریبا میشه گفت تمام صندوق های بازنشستگی ایران در وضعیت ورشکستگی قرار دارن. تعداد بازنشسته ها در ایران خیلی بالا هست به نسبت اقتصادهایی که حالا از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار هستند. ما حدود 4.5 میلیون بر اساس آمار تا سال 2015 حدود 4.5 میلیون بازنشسته در ایران داریم و این به دلیل این هست که ما سن بازنشستگی در ایران بسیار پایین، یعنی در سن 50 سالگی افراد بازنشست میشن ولی متوسط عمر ایرانیان حدود 76 سال هست اگر اشتباه نکنم. بله 76 سال، یعنی 26 سال از عمرش رو هر ایرانی باید با یک حقوق پایین بازنشستگی زندگی کنه و این به نظر من در این شرایط تورم کنونی بسیار بسیار خطرناک و
غم‌انگیز هست. درست. آقای جمشیدی، یک مسئله جالبی که در آمار در واقع دیروز می‌بینیم اینه که سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیلان از مراکز آموزش عالی، خانم بازوندی هم اشاره کردن، در واقع جمعیت بیکار 43% داریم از کل بیکاران که اونها عملا فارغ التحصیلان دانشگاه هستن و اونها فارغ التحصیلان دانشگاه سهم خیلی کوچیکی در جمعیتی که الان بر سر کار هستن در مشاغل همینطور دارن. به نظر میرسه در یک زمانی در ایران تحصیلات و اینکه رفتن به دانشگاه یک در واقع آرزویی بود برای اینکه قدم‌های بزرگتری در آینده برداشته بشه، ولی حتی اون رو هم کم کم داریم می‌بینیم که گرفته شده. بله، همینطور هست. متاسفانه فرمایش شما کاملا درست هست. ببینید، در زمانی در کشور ما الان به عنوان نمونه، من از دوست و همکاری مربوطه به اون دوره در اون نشست بودم میشنیدم که در پیش از انقلاب اسلامی اگر فردی برای خواستگاری به عنوان مثال جای میرفت، میگفت من در واقع کارمند یا کارگر هفت تپه هستم، به لحاظ اقتصادی لااقل همه موافقت ها در مورد موضوع باش انجام میشد و افرادی که اینجور شاغل بودن یا تحصیلات عالیه‌ای رو داشتن در دانشگاه‌های کشور که در اون زمان بسیار هم معتبرتر از حال حاضر بودن، این مسئله وجود داشت. ببینید، در مورد موضوع اشتغال، به تنهایی تحصیلات و نهادهای آموزشی نمیتوانند که کار رو تمام بکنند. نیاز به هماهنگی‌های مختلفی هست، از هماهنگی میان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکی کشور که اینا در نهایت در واقع منجر به افزایش تولید و در واقع این افزایش تولید هم میتونه که به موضوعاتی مثل اشتغال و حتی تورم کمک بکنه. چیزی رو که ما شاهد هستیم، یعنی کاهش تولید ناخالص داخلی که از کاهش مجموعه تولید در واقع بر کشور نشأت میگیره، در واقع نشان دهنده این هستش که ما هم سوء مدیریت رو در زمینه تولید داشتیم و هم به لحاظ علم اقتصاد بررسی نکردیم که تولید نیاز به امنیت داره، نیاز به سرمایه گذاری داخلی و خارجی داره. سرمایه گذاری خارجی رو که در واقع به شدت از دست دادیم به علت سوء مدیریت سیاسی، و سرمایه گذاران داخلی رو هم در واقع درگیر چیزهایی کردیم که نباید این اتفاق بیفته. الان کسی که یک کارخانه یا کاری رو میخواد راه اندازی بکنه و همین تحصیل کرده هایی که شما اشاره کردید در اونجا مشغول به کار بشن، به جایی که همه هم مقامش رو بگذاره برای طرح و برنامه و اینها، باید که درگیر باشه با نهادهای مثل استانداری، فرمانداری، وزارتخونه ها در برخی شهرستان ها، با فرض بفرمایید ائمه جمعه، و اینها همه وقتی و طاقت فرسا هست و در نهایت لطمه میزنه هم به تولید اون فرد و هم در واقع به استفاده از نیروی انسانی متخصص که همون فارغ التحصیلان باشن. این آمار همینجوری که قبلا اشاره کردم، سرکار خانم هم اشاره داشتن، البته دستکاری هایی تو شده از این نظر که این آمار بدتر هست، فجیع‌تر هست متاسفانه، و قشر تحصیل کرده که قشر جوان هم هستن عموما که اکثریت جامعه رو هم تشکیل میدن، به شدت از این موضوع بیکاری رنج میبرن و با دست و پنجه نرم کردن با تورم افسار گسیخته در واقع این شاخص های فلاکت بار ایجاد میشه. در نهایت میخوام این رو عرض بکنم که سوء مدیریت در استفاده از نیروهای متخصص و آکادمیک و حتی نیروهایی که به شکل غیر آکادمیک متخصص هستن باعث شده که این رشد بیکاری رو داشته باشیم. یکی که بزرگترین ضربات به هر اقتصاد هر کشوری در واقع بیکاری هست. آقای حسنی، چه شما موافقین؟ فکر میکنید آمار دستکاری شده؟ راستش پاسخ به این پرسش کمی دشواره بدون داشتن مستندات محکم، اما اقتصاد در واقع مثل ظروف به هم مرتبط عمل میکنه. یعنی شما نمیتونید در حالی که نرخ رشد اقتصادی ندارید، چون که بیکاری که در خلأ یا اشتغال که در خلأ به وجود نمیاد، بیکاری و اشتغال معلول شرایط اقتصادی است و در بستر یک اقتصادی که مثلا نرخ رشد اقتصادی بالایی رو تجربه میکنه، به ویژه در بخش هایی که اشتغال زا هستند، میتونه به وجود بیاد. از بابت نگاه کردن به این نشانه ها، همونطور که گفتم اقتصاد مثل ظروف به هم پیوسته عمل میکنه. یعنی اگر شما یک جایی رو فشار بیارید، یک تغییری رو در یک شاخصی به وجود بیارید، حتما نتیجه اون رو در جای دیگری میبینید. من در بخش اول صحبت هم اشاره کردم که کاهش نرخ بیکاری
در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی هم افزایش پیدا کرده، بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از تابستان امسال اعلام کرده، کمی عجیب به نظر میرسه. چرا عجیبه و چرا باور کردنش دشواره و شاید با کمی تخفیف بشه گفت که این آمار دستکاری شده؟ من از این بابت خیلی ملاحظه می کنم که دوست دارم که مستند به شواهد محکم و مستندات آماری این ادعا رو انجام بدم. وقتی که شما نرخ رشد اقتصادی ندارید یا بر اساس ارزیابی های مراکز بین المللی اقتصادی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی شما منفی است، این اشتغال کجا به وجود آمده؟ وقتی که شما به واسطه تحریم ها، به واسطه سوء مدیریت ها، به واسطه فضای نامناسب کسب و کار شرایط مناسبی رو برای سرمایه گذاری جدید ندارید، برای راه اندازی کارخانه ها یا بخش های بازرگانی و خدماتی ندارید، این اشتغالی که ما صحبت ازش میکنیم یا کاهش نرخ بیکاری در کجا اتفاق افتاده؟ این پرسشی است که ما رو به این جنبندی میرسونه که شاید باید به این آمار با تردید و شک زیادی نگاه بکنیم و اون رو اونطور که دوستان میگن باور نکردنی یا دستکاری شده تلقی بکنیم. هرچند نرخ رشد، نرخ بیکاری 10.5% که اعلام شده، وقتی در کنار نرخ اشتغال ناقص 8.8% در همین گزارش کنار هم گذاشته میشه، ما به نرخ بیکاری 20% میرسیم. نرخ رشد، نرخ اشتغال ناقص بر اساس تعریف همون کسانی هستند که در هفته کمتر از 44 ساعت کار کردن و در واقع کار اونها یا کار موقتی بوده یا کاری نبوده که بتونه نیازهای اونها رو برطرف بکنه. با این حساب نرخ بیکاری رو با جمع اون 8.8% باید عددی در حدود 20% در تابستان. آقای حسنی ببخشید وقت چندانی نداریم، سوال آخر رو از خانم بازوبندی بپرسم. خانم بازوبندی، عملا منبع درآمد دولت در طول سالیان دراز همیشه فروش نفت بوده. آمارها از آمار درستی اعلام نشده در این گزارش آخر در مورد تولید نفت یا میزان فروش نفت ایران. صحبت از 300 هزار تا 500 هزار تا هست. آخرین تحلیل ها چی میگه؟ ببینید، من مثل شما و بقیه کسانی که این بازار نفت ایران رو از دور دارن مثلا مشاهده میکنن، دسترسی به اطلاعات دقیق نداریم و اون چه که ما میشنویم، مثلا کمپانیایی که تانکرها رو رصد میکنن یا بر اساس قراردادهای نفتی اطلاعاتشون رو جمع میکنن مثل رویترز، تانکر ترکرز و کمپانیایی از این قبیل، اونها نرخ آمار رسمی و حجم رسمی تبادلات نفتی ایران رو در نظر میگیرن که همون بین 300 هزار بشکه تا نیم میلیون بشکه در روز هست. ولی ظاهر اقتصاد ایران در حال حاضر با توجه به شباهت هایی که به دوران پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد داره، که اون زمان به حد اقل 800 هزار بشکه در روز رسیده بود نفت، صادرات رسمی نفت، خیلی شبیه هست. من احساس میکنم که با توجه به فعالیت های در سایه ای که دولت روز و شب، همونطور که خود آقای زنگنه هم گفتن، ما روز و شب داریم تلاش میکنیم که نفتمون رو بفروشیم و با کمک همسایگان ایران، به خصوص با کمک روسیه، چون ما قرارداد رسمی با روسیه حتی داریم که تا روزی نیم میلیون بشکه نفت بتونیم تبادل در برابر کالا با روسیه داشته باشیم. من فکر میکنم که میزان واقعی صادرات نفت مقدار بیشتر از روزی 300 هزار بشکه هست، شاید هولوش همون 800 هزار بشکه تا 1 میلیون بشکه در روز باشه. ولی خب به هر حال میزان زیادی از این صادرات در مقابلش پول دریافت نمیشه، در مقابلش کالا و خدمات دریافت میشه، اونم مثلا از کشورهایی مثل روسیه، چین، ترکیه و غیره، که اینها فقط راهی برای نفس کشیدن و بقای اقتصاد تحت فشار کنونی و با شرایط بسیار وخیم اقتصادی برای ایران باقی میذارن. یعنی هیچ کدوم از این مشکلاتی که ما داریم امروز ازشون صحبت میکنیم، مانند پایین اومدن سرمایه گذاری، از دست رفتن شغل ها و غیره، رو جبران نخواهند کرد.
یک دلیلی هم که برای تورم ما امروز میبینیم در داخل ایران، این تورم من معتقد هستم که بخشیش ناشی از سیاست خود دولت هست، به دلیل اینکه دولت با توجه به افت شدید و ناگهانی درآمدهای نفتیش، درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفتش، مجبور بوده که سیاست افزایش تورم رو تا حدودی خودش کنترل کنه و هدایت کنه در داخل بازار، به منظور اینکه درآمدهای ریالی رو ثابت نگه داره که بتونه مخارج ریالی دولت رو تامین کنه. ممنونم خانم بازوبندی. میدونم که این بحث پایان نداره، بحث اقتصاد ایران همیشه جنبه‌های بسیاری داره. ممنون از اینکه به ما پیوستید. آرش حسنیا از پراگ، خانم سارا بازوبندی از هامبورگ و نوید جمشیدی از تهران. و ممنون از شما که با صفحه دو همراه بودید. این برنامه رو روی وبسایت بی بی سی و در یوتیوب هم میتونید ببینید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.